ناحیه بزرگ ورزشمند مریم به مقاومت ایران، ارتش آزادی ستان و تمام مردم ایران. اشک و آه و شادی و لبخند فرو خورده مردم ایران در طول سالهای حکومت دجالان، ماه درخشان چرخ و فلک هنر ایران، خارج شده از محاق و چاه ظلمت ملایان، غزل‌های هنر ایران باعث مباهات و افتخار هنر و انبوه مردم ایران. و خدا رو شکر همچنان که مریم گفت، خدا شیشه رو در بغل سنگ و این گوهر فروزان رو در ظلمت ملایان برای مردم و مقاومت ایران و ارتش آزادی ستان به سلامت نگه داشت. و حالا فرمانده میدان شعرها و شورها، سازها و سوزها و صورتگر چیره دست پهنه نغمه ها و چنگ ها، زمزمه ها و ترانه ها در مقابل ماست. یونانی ها به ملینا مرکوری می نازند، مصری ها و عرب به ام کلثوم و لبنانی ها به فیروز، و ما مرضیه رو داریم. مرضیه با روح لطیف و قلب شفافش با نگاهاش و با ترانه‌هاش و با شور و شیداییش نسبت به مریم رئیس جمهور برگزیده مقاومت، اونجا که گفت به آزادگی و شهامت و قدرت معنوی این زن صده ها و هزاره ها هنوز دست نیافتند، و وقتی که درست انگشت گذاشت روی قلب انقلاب مریم که شما خوب باهاش آشنایید، روی خطبه مریم، من گفتم سبحان الله. دوران با خبر در حضورند. گفتم که این زن به مثابه تاریخچه مجسم هنر معاصر ما، به مثابه تاریخچه نیم قرن موسیقی و آواز ایران، چقدر باید روح لطیف و قلب حساس و ظریفی داشته باشه که از دور
اون رمز و راز و اون پیام رو گرفت. اونجایی که به مریم گفت که تو زبان گویای عواطف این مردم نسبت به هنرمندانشون هستی. رونده ای از کنار مجلس گذر کرد و آوا و پیام مریم و خرق عادت او در او اثر کرد، چنان در خروش آمد که مجلسیان به جوش. گفتم سبحان الله که دوران با خبر در حضورند. مست و خراب و میزده، مست و خراب و میزده، گر گذری ز میکده. وقت صبوح میکشان وقف نماز میکنی، حلقه خانقاه اگر نیمه شبی زنی به در، حق یقین عارفان عین مجاز میکنی. وسوسه گر کنی از دو لب ترانگو، منکر دل سیاه را واقف راز میکنی. من هم اون روز که خبر دیدارش رو خوندم و روزی که گفت من جزئی از مقاومتم و با رئیس جمهور برگزیر این مقاومت دیدار کرد، مثل خیلی از شما از روی خانده خودش بوی جوی مولیان، بی اختیار گفتم که ماه سوی آسمان آیتن، ماه سوی آسمان آیتن. جای خیلی ها که پیش کسبتشون مرزی است در اینجا خالی است. همه اینها در سرفصل سیتیر با گروه موزیک این شمس، طاهر کامیار، باستانسیار و محسن جمشیدی و سایری، همشون حقا که در جنگ بودند، جنگ قلب ها و ترانه ها با استبداد آخوندی، از شهری به شهری، از کشوری به کشوری و از میدونی به میدونی، و قرار و آروم نداشتند و خواب و استراحت هم نداشتند. چنان که شنیدیم و دیدیم بعضن خودشون رو مثل دیگن با آمپول قرص سرپا نگه داشته بودند، در پاسخ به ندای همبستگی ملی رئیس جمهور برگزیده این مقاومت. ولابد که اونها از همه ما به خاطر حضور مرزی خوشحال ترند، به خاطر حضور بانوی بزرگ هنر ملی ما، و خودشون رو در حضور اون حاضر میبینند. مریم معمولاً عادت داره که بگه جای فلان و فلان خالی، به خصوص جای جگرگوشه هاش در ارتش آزادی، ولی من این یکی رو نمیگم جاش خالی، به عکس میگم که جاش با هنرمندان ملی و با اعضای مقاومت و رزماوران ارتش آزادی در میدان آزادی. اما در مورد مرضیه بانوی بزرگ و مظهر غرور هنری ایرانیان،
داستانهای آمدنش که زیاده. موکول میکنیم به فرصتی دیگر. امروز صدای او صدای همه ایرانیان آزاده و شریفی است و همه هنرمندانی که شیخ و شاه و دیکتاتوری رو نفی کردند و آزادی مردم ایران رو اراده کردند. امروز این صدا صدای مقاومت و آزادی است. از داده شناخته شده، از سر فلاکت و درماندگی بسیاری چیزها گفتند، قطعا شنیدید و یا باز هم خواهند گفت. خود مرضیه که صداش از همه ما رساتر، دلنشینتر و نافذتر هست گفته که چرا و برای چی و برای کی آمده، و بنابراین نیازی به تشریح من نیست، ولی فقط یک نکته رو باید گواهی بدم. اونهایی که حجویات گفتند که گویا مرضیه برای مادیات اقدام کرده است، اولا که چون مخاطب اتهام اونها مجاهدین بودند، مجاهدین که از این بابت، از بابت پول و مادیات چیزی نیستند، چیزی ندارند. اما از این مهمتر، اگر که مرضیه میخواست که کوهی از طلا و پول و جواهر به پاش میریختند و همه چیز رو داشت، نه اینطور نیست. ولی شما ها رو نداشت. داریم. خوش به حال ما. ما فقط میگوییم که مرضیه بخوان برای مادران پیرمون که چشم انتظار دیدار بچه هاشون هستن، بخوان برای اطفال یتیم، برای زنان دردمند، برای خلق تحت ستم، برای مقاومت، برای آزادی، برای ارتش آزادی و برای مریم. مهر تابانم جانا تو بودی، رشته جانم جانا تو بودی، عاشق زارم گل تو گردی، عشق سوزانم جانا تو بودی، روشن بود بخش شبای تو بودی، در شبستانم جانا تو بودی، در شبستانم جانا تو بودی.
مرضیه رستگار و جاودانه شد. مسعود رجوی 23 مهر 1389. سردار نغمه خوان ارتش آزادی، گنجینه سرشار هنر ملی، خاتون شهر شعرها و شورها، بلبل همراز سوزها و سازها پرکشید. مرضیه رستگار و جاودانه شد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بانوی عزت و همت، حدیث صفا و محبت، که با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم، چرا که مذهب عاشق ز مذهبها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. مذهب عاشق ز مذهب ها جدا، عاشقان را مذهب و ملت خدا. در دل صحرای تاریخ معاصر ایران، بلبل سرگشته دهه های متوالی، نیمه شبان تنها گمشدی خود را می جست و سرانجام آن را در مهر تابان مقاومت و آزادی ایران زمین دریافت. نیمه شبان تنها در دل صحرا گم شده خود را می جویم. من که هم آوازم با سخن سازم، راز جدا از تصویر مریم بر بالین مرضیه در دیدار آخرین در بیمارستان به جانم آتش افتاد. زخم فرهاد من از یک تیشه بود. او به سر زد من به پای خیشتم. از دیدن این صحنه های شگفت و به یاد ماندنی، خود را همان کولی یافتم که مرضیه خوانده بود. بالا گرفت کار جنون کولی، دوباره زار بزن، بغض فشرده می کشدت، فریاد کن هوا. Thank you.
دست جان و تنت پوشیده بس نشد سخنت دیوار خاموشی بشکن گلبانگ یار یار بزن. نمیدانم چه حکمت و آزمایشی است که از سوم تا 21 مهر تنها ضمن 18 روز با 4 فقدان دریغ‌انگیز روبرو بودیم. مادر کوشالی سردار شیرزنان گیلان در روز سوم مهر در فرانسه، مجاهد قهرمان پروین ملک محمدی در ششم مهر در اشرف و مجاهد صدیق صادق خباز در آلمان و اینک مرضیه. راستی که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، از یک سو جای هزاران تسلیت است به ملت و رئیس جمهور برگزیده مقاومت که بر همه دردهایمان مرهم می‌گذارد. از سوی دیگر با شاخص صدق و پایداری و با شاخص رستگاری و جاودانگی جای هزاران درود افتخار به نمادها و ارزش‌های پاینده و پایدار یک خلق و یک میهن و یک تاریخ است. به سوی تو خدایا، انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم و به او باز می‌گردیم. مرضیه در زندگی خود از محبوبیت و شهرت و از مکنت و ثروت هیچ کم نداشت. بسیار هوشیار و حساس و در اثر تجربه طولانی بسیار آدم شناس بود. با یک نشست و برخاست مخاطب خود را خوب می شناخت و با عبارت یا طنزی ساده و مختصر توصیف می نمود. از کودکی مانند اغلب هموطنان با صدا و نوای سحرانگیزش آشنا بودم. به یاد می آورم که 56 سال پیش در سال 1333 وقتی می خواند در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد، مردم کوچه و بازار از پیر و جوان همین را زمزمه می کردند. در سال 1373 پس از نخستین دیدار با خانم مرضیه در بغداد، در او درویشی شیفته و سوخت جان دیدم که در 70 سالگی گمشده ای دارد. حکایتش همان حکایت نی در مثنوی بود. کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. من به هر جمعیتی نالان شدم،
جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. از روزی که دست در دست مریم گذاشت و به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و به عنوان مشاور هنری رئیس جمهور برگزیده مقاومت معرفی شد، آزمایش های سخت و سنگین یکی پس از دیگری بر در کوبیدند. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. دختر دلبند خانم مرضیه هنگامه بود. از اولین دیدار و از اولین گفتگو با مرضیه به سادگی می شد اوج عشق و علاقه او را به دختر دریافت. در صحبتها بارها از او یاد می کرد. در پاییز 73 اطلاعات آخوندها دختر را در تهران به گروگان گرفت تا مادر را در هم بشکند. اما مرضیه که البته با دستگیری دختر جان به لب شده بود، هیهات که به خواسته آخوندها گردن می گذارد. سفلگان روزگار از چپ و راست بر سر مرضیه ریختند و بر او خورده گرفتند که چرا بر روی تانک های ارتش آزادی بخش برنامه اجرا کرده و باعث دستگیری دخترش شده است. در رسم نامردمان همیشه چنین است که به جای ظالم مظلوم را و به جای جلاد قربانی را ملامت می کنند. مرضیه سیاسی، مرضیه ضد رژیم، مرضیه جنگاور و به کار گرفتن هنرش در خدمت آزادی و ارتش آزادی هرگز مطلوب طبع آنان نبود. گویا که هنر مرضیه فقط باید اسباب تفنن و سرگرمی باشد و نه بیشتر. در غیر این صورت مجاهدین متهم می شوند که زنی سال خورده و ناهوشیار را با مغزشویی و اجبار به پایگاه های خود برده و لباس ارتش آزادی پوشاندند تا مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیرد. در این منطقه زنستیز ارتجاعی چیزی که جایی ندارد آگاهی و شخصیت، شأن و مقام و حق انتخاب سوژه است. حتی اگر بزرگ زنی جهان دیده و سرد و گرم چشیده به سن و سال مرضیه باشد. اما هنگامه پس از مدتی در اثر اقدامات و فشارهای بین المللی به سلامت جست و 15 سال بعد در اسفند 1388 درست 7 ماه قبل از مادرش با بیماری جانکاه دار فانی را ودا گفت. می توانم حدس بزنم که مرضیه در این سالها هر روز و هر ساعت از بیماری و درد و رنج دختر دلبندش چه ها کشیده است. در 30 خرداد سال 1375 گشتاپوی آخوندی
برای درهم شکستن بانوی هنر پسر او را به کار گرفت و او را در اجتماع بزرگ ایرانیان در لندن به عربده کشی علیه مادر واداشت. در آن زمان می گفتند که اطلاعات بدنام و پرقساوت آخوندها برای این کار 100,000 دلار هزینه کرده است. اما مرضیه در اوج عاطفه و لطافت قلب و ضمیرش شکستنی نبود. او خود غزل شرف و افتخار بود. بقیه مطلب را از یاد داشتی که به همین مناسبت در همان زمان در نشریه ایران زمین نوشتم برایتان می‌خوانم. این یاد داشت را پس از مصاحبه خانم مرضیه در همین بار نوشتم و آنچه از قول ایشان نقل شده عیناً جملات و عبارات خود اوست. غزل شرف و افتخار. آخوندها باز هم برای خانم مرضیه توطئه چیدند، از آن هم که منبر و محراب ریا را می لرزاند بسیار سوخته بودند و هر طور شده باید تلافی می کردند. اما برخلاف رسم قدیم آخوندی اینجا دیگر بسیج چماقداران و امت همیشه در صحنه برای برهم زدن اجتماع بزرگ ایرانیان و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در لندن عملی نبود. بنابراین از در دیگری وارد شدند. پیش خودشان حساب کرده بودند با قرار دادن پسر در برابر مادر با یک تیر دو نشان خواهند زد. هم گرد همایی و سخنرانی را مخدوش می کنند و هم ضربه سنگین و چه بسا نفسگیری بر مادر 70 ساله وارد خواهند کرد. آن هم درست در شبی که قرار است پس از 3 هفته پیش آگهی از طریق ماهواره حماسه بزرگ مقاومت و همبستگی ملت ایران را با پخش مستقیم برای داخل ایران و خاورمیانه و اروپا و آمریکا به اجرا در بیاورد. باقی قضایا را هم در همیاری مأموران همیشه در صحنه و پشت صحنه ساواک آخوندی با ارگانهای نیمسوز شیخ و شاه ترتیب داده بودند. نوح خانی امت نالان و مرثیه های روبه جماران آمیخته با یقه‌درانی علیه مجاهدین و فغان و فریادهای وا اسلاما و وا شریعتا و مرگ بر منافقین به بیانهای مد روز. خانم مرضیه به درستی گفته است که رهبر این ارکستر درب و داغان شده کسی جز آخوندهای پابگور و وطن فروش که در صدد برآمده بودند مرضیه را ارشاد کنند نبود. آخوندها قبلن هم در پاییز 73 سعی کردند با گروگان گرفتن دختر خانم مرضیه در تهران و تحت فشار قرار دادن او اراده مادر را در هم بشکنند و او را به سکوت و تسلیم وادارند. اما وقتی از اسارت دختر نتیجه‌ای حاصل نشد اکنون می‌خواستند بخت خود را با پسر بیازمایند. البته باز هم نتیجه‌ای نگرفتند. جواب مرضیه 72 ساله در مصاحبه‌هایش با رادیو ایران زمین و روزنامه ایران زمین چنین بود: 100 بار قاطع‌تر علیه آخوندها مبارزه خواهم کرد. او گفت 2 سال است که در کمال افتخار و سربلندی لباس رزم بر تن کردم
و به خاطر آزادی تا آخرین نفس و با تمام هستی خودم در کنار ملت خودم سربلند و شاد و سرشار از افتخار ایستادم. و آخوندها کوچکتر از آنند که در راه انتخاب و عزم من خللی وارد کنند و این آرزو را هم به گور می‌برند که مرا به تسلیم و سازش بکشانند. و افزود: من آمدم تا همه استعداد و توان و انرژی و هنر و صدایم را برای آزادی مملکت، برای آزادی ایران و مردم شریف و بزرگوارمان به کار بگیرم. آمدم تا دست یاری بانوی بزرگ مقاومت ایران یعنی خانم مریم رجوی را به گرمی بفشارم. در تو، با تو، با تو، در تو بهاران می شوم. به این ترتیب مرضیه در میدان مبارزه سیاسی نیز به خواندن غزل خیره کننده و آتشینی که غزل شرف و افتخار است پرداخت و بیچار آخوندهای شب پرست که دستشان از هر بابت کوتاه شد. خاک خشک تشنه باران می شوم، در تو با تو، در تو با تو بهاران می شوم. پنجه دل پنجاز ننگ سکوت در تو می پیچم، تنین راد و توفان می شوم. در تو می پیچم، تنین راد و توفان می شوم. آسی و تاقین از آبوش خزر حق بلند خلود تن راهی امان می شوم. حق بلند خلود تن راهی امان می شوم. و این هم پاسخ خانم مرضیه به ترفند اطلاعات آخوندها که گفت: به قول حضرت مولانا که انگار درباره این ملاها گفته کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. ای برید آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی مه یا آسمان. بنده باید بگویم که آخوندها و آن کسانی که دوست آخوندها هستند خیلی بدبخت‌تر و مفلوک‌تر از این هستند که روی چنین کنسرتی یا سخنرانی خانم مریم رجوی که اصل و اساس مسئله بود و در سراسر اروپا و خاورمیانه قابل شنیدن و دیدن بود سایه‌ای بیندازند. باز هم به قول حضرت مولانا محفشانت نور و سگ او او کند. بنده الان 72 سال دارم و این موها را هم که در آسیاب سفید نکردم. حالا که گذشته ها را مرور می کنم می‌بینم خیلی وقت‌ها سعی کردند کنسرت ما را به هم بزنند. یک بار هم در جنوب کشور 30-40 سال قبل به محلی که من ایستاده بودم و می‌خواندم حزب‌اللهی‌های آن دوران سنگ پرتاب کردند و من از همانجا خواندم که با محتسب شهر بگویید که زنهار در مجلس ما سنگ مینداز که جام است. حالا هم دوباره محتسب شهر آمده که یک طور دیگر سنگ بیندازد و من باز هم باید بگویم که آخوندها این آرزو را به گور می‌برند که من به مردمم پشت بکنم و خاموش بشوم. من بعد از 15 سال
وقتی آمدم اول نیامدم روی سن پالیدو کنگره یا آلبرت هال، صاف و مستقیم رفتم وسط آن بیابانهای بی آب و علف و داغ، وسط آن زنها و مردهای شجاع و رشید و وطن پرست که به خاطر مردم ایران، به خاطر آزادی سر از پا نمی شناسند. رفتم و روی تانک های داغ در هوای 50 درجه فریاد کشیدم و سرود خواندم. سرود برای مجاهدان و مبارزان خواندم. بعد از سالهای عاشقانه و عارفانه خواندن، سرود جنگی و نظامی خواندم. به خاطر آزادی، به خاطر این مردمی که عشق من هستند و زیر نعلینهای آخوندها دارند شب و روز زجر می کشند. به خاطر چیزهایی که در این 15 سال دیدم، دیدم که چه بر سر این مردم می آورند. آخوندها واقعا احمقند اگر فکر می کنند با این کارها می توانند مرضیه را خاموش کنند. من ترس و وحشتی ندارم. من در میان خانواده بزرگ خودم، یعنی تمام مردم ایران و این زنها و مردهای شجاعی که نور چشم من و بهترین بچه های منند، احساس کمال آرامش و عاطفه انسانی را دارم و به آخوندها میگویم این کارها جز این که پرونده شما را سنگین تر و ننگین تر بکند فایده ای ندارد. من به خاطر آزادی تا آخرین نفس در کنار ملت خودم ایستادم، در کنار مقاومت مردم ایران، در کنار این مجاهدان و مبارزان ایستادم. سربلند و شادم هستم. من واقعا احساس افتخار می کنم که بر ضد کسانی دارم مبارزه می کنم که هر جنایتی را انجام می دهند. شما آخوندها چه ها که نکرده اید. شما بودید که زن را جلوی شوهر شکنجه کردید. به دخترهای نوجوان برای آنکه کسانشان را در هم بشکنید، جلوی چشمهای کسانشان تجاوز کردید. مثل مغلها آمدید و کشتید و سوختید و بردید و حیا هم نمی کنید. من می دانم با چه موجوداتی دارم مبارزه می کنم. بله، من در این زمینه اطلاعاتی به دست آوردم و چند روز قبل در مصاحبه‌ای با رادیو ایران زمین در انگلستان آنها را به اطلاع هموطنان عزیزم رساندم. اما اضافه کنم که درست سر به زنگاه من هر وقت کنسرت دارم با این مشکلات مواجه هستم. بعضی از نشریات مزدور رژیم آخوندها در خارج کشور یا آن رادیویی که 24 ساعته علیه مقاومت ایران و مردم بزرگ ایران مزدوری رژیم را می کند، در هر بار مصاحبه هایی را پخش کرده که عیناً در مطبوعات آخوندها هم منعکس شده است. آنها آمدند که بنده را ارشاد کنند. در مصاحبه های اخیر در همین رادیوها گفته شده که پسر عاشق 2 سال است که در به در دنبال مادر گمشدهش می گردد. مادر گول خوردهش. عجب، داستان تا کجا پیش رفته که بعد از 2 سال که بنده لباس رزم علیه این آخوندها را به تن کرده ام گمشده هستم. اگر گمشدگی این است، به قول حضرت عطار، گمشدن در گمشدن دین من است.
نیستی در هستی آیین من است. به آخوندها باید گفت کجا من گم شدم، من که تازه پیدا شدم. شما هستید که باید گم بشوید و زحمت ما و ملت ایران را کم بکنید. تا جایی که به من مربوط است، به قول حضرت حافظ، روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. من اعلام می کنم، صد بار اعلام می کنم، آزادی چیزی نیست که انسان بتواند از آن بگذرد. من صد بار قاطع تر از پیش علیه آخوندها و نوکران آخوندها مبارزه خواهم کرد، خواهم جنگید. زیرا اگر آزادی نباشد، زندگی به درد نمی خورد، شایسته انسان نیست. و من در کمال سرفرازی و با ایمان و اعتقاد کامل می گویم آزادی در ایران فقط و فقط به وسیله همین مقاومت مردمی و فرزندان دلاورش محقق خواهد شد و بس. این تمام حرف بنده است و این تمام حرف این مقاومتی است که 2 سال است افتخار دارم که جزئی از آن باشم. روز 21 مهر به ظاهر روز درگذشت مرضیه است، اما به نظر من روز تولد دیگری هم برای بانوی رزماور هنر است. در روز 21 مهر 1376 در پایان یک اجلاس شورا در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران، خانم مرضیه درخواست شگفت‌انگیزی به من ارائه کرد. در این زمان او 73 سال داشت. نزدیک غروب مریم به من گفت خانم مرضیه سفر بازگشت خود به فرانسه را لغو کرده و می‌خواهد تو را ببیند. پرسیدم موضوع چیست؟ مریم گفت دو پایش را در یک کفش کرده و میگوید ارتش آزادی بخش را انتخاب کرده و هیچ کس حتی تو هم نمیتوانی انتخاب او را تغییر بدهی. از مریم پرسیدم آیا ایشان در پاریس مشکل و کمبودی دارد؟ گفت تا آنجا که من میدانم خیر، اما خودت هم بپرس. ساعتی بعد خانم مرضیه از محل اقامت موقتش در بغداد به قرارگاه بدیزادگان آمد. مریم و من که از این پیشتر با ایشان خداحافظی کرده بودیم به دیدارش شتافتیم. مضمون صحبتمان را خلاصه می کنم. خانم مرضیه گفت آقا چیزی از شما می خواهم به شرط اینکه نه نگویی. گفتم هر چیز که شما بگویید به روی چشم، الا اینکه بخواهید در اینجا بمانید، چون این محیط امنیت ندارد، مناسب کار و فعالیت‌های شما هم نیست، هوای آن هم برای شما خوب نیست، امکاناتش بسیار محدود است و خلاصه خسته خواهید شد. اگر در پاریس مشکل یا کم و کسری دارید بفرمایید به روی چشم. خانم مرضیه با اشاره به مریم گفت خیر، خانم ترتیب همه چیز را دادند. در پاریس باغ بزرگی برایم گرفتند. استودیو جداگانه هم برای تمرین و ضبط صدا با تجهیزات دارم. بهترین ارکستر در اختیارم است. مجاهدین هم در کنارم هستند
و از چیزی فروگذار نمی کنند. با هنگامه هم در ارتباط هستم و حالش خوب است. گفتم پس مشکل چیست؟ با نگاهی پر مهر و اشتیاق به مریم که گویی دوری از او را بر نمی تابد و نیز می خواهد او را در برابر مخالفت من به حمایت از درخواست خودش بکشاند، گفت می خواهم نزدیک خانم باشم، نمی خواهم زن ویژه باشم، من رزمنده ارتش آزادی بخش هستم. گفتم خانم مرضیه، بزرگواری شما چیز ناشناخته ای نیست، اما در این سن و سال و با کسالت هایی که دارید چگونه می خواهید رزمنده باشید؟ این چه انتظاری است که از خودتان دارید؟ گفت لااقل برای بچه ها و راه گشایان ملتم آشپزی که بلدم. اگر این را هم قبول نداری، دست کم دعایی بدرقه راهشان می کنم. میهمان نیستم و از امروز صاحب خانم. سپس سوگند خورد که با خلوص می خواهد بر روی اولین تانک به جانب دشمن بشتابد. تأکید کرد که فکر همه خطرات را هم کرده و خونش مانند دیگر مجاهدان کمترین فدیه آزادی ملت ایران است. آخر سر هم با لحنی اخطارگونه به من دوباره تأکید کرد که هیچ کس نمیتواند انتخاب او را تغییر بدهد و الا دست به قهر و اعتصاب میزند. شگفتا در حالی که مرضیه آتشین میقرید، مریم دست او را گرفته بود و به آرامی میگریست و من هنوز نمی فهمیدم که این اشک شوق و غرور و تحسین است. راستی که مرضیه اصل و وصل خیش را در مریم رهایی باز یافته بود. دقایقی بعد هزار دستان و خاتون هنر ایران قلم به دست گرفت و یک برگ زرین و جاودانی مقاومت و هنر را به صورت یک نام نوشت و خطاب به من ابلاغ کرد. این غزل غزلهای او بود. وقتی خواندم فهمیدم که تا آن روز مرضیه را نشناخته بودم. با شرمندگی از عنوانهای پرلطفی که به من داده است، از آنجا که مجاز نیستم هیچ چیزی را از نامه تاریخی بانوی سرفراز هنر حذف کنم، امانت را عیناً به موزه مقاومت تقدیم می کنم و به استحضار همه هموطنان به ویژه زنان اشرف نشان این مرز و بوم می رسانم. اعلام پیوستگی خانم مرضیه به ارتش آزادی بخش ملی ایران 21 مهر 1376. گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. گفتا که چند رانی؟ گفتم که تا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ گفتم که تا قیامت. به فرماندهی کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، برادر مجاهد سردار بزرگ مسعود رجوی، همچنان که به نسرین عزیزم و رئیس جمهور محبوبمان خانم مریم رجوی گفتم و تقاضا کردم، عزم جزم کردم که به عنوان رزمنده ارتش
به ارتش مریم بپیوندم. موافقت نکردند. گویا که من فردی باشم فقط برای بزم که میباید تا به آخر در آرامش پاریس به کارهای حاشیه بپردازم. اما هرگز و هیچگاه به چنین نقش هر قدر هم در اوصاف آن بگویید و بگویند قناعت نمی کنم. آخر من برای رزمیدن و آزادی ملتم ترک خانمان و عزیزان و جلای وطن کردم و به دامن سیمرغ رهایی چنگ زدم و بر آستان علی علیه السلام و سید الشهدا سر ساییدم و گرد و غبار قرارگاه اشرف و مجاهدان پاک بازش را توتیای دیده نمودم و به نام گل سرخ خواندم. اکنون موقعیت و مواضع خودم را به شرح زیر اعلام می کنم. 1. من اشرف السادات مرتضایی مرضیه که بیش از نیم قرن برای ملت ایران خواندم، در سن 73 سالگی در اوج تجربه و آگاهی ارتش آزادی بخش را انتخاب کردم. هیچ کس حتی شما نمی تواند انتخاب مرا تغییر بدهد. مسئولیت این انتخاب را با همه پیامدهای آن شخصا بر عهده دارم و خودم به ملت ایران و مخصوصا زنان و دختران کشور اسیرم توضیح خواهم داد. بنابراین بیهوده تلاش نکنید که انتخاب و تصمیم مرضیه را تغییر داده و وادارش کنید که بنشستن در پاریس و زندگی در آرامش و رفاه قانع شود. خیر، پس از بازگشت خانم مریم رجوی، رئیس جمهور عزیزم به ارتش آزادی بخش، این دیگر محال و غیر ممکن است. 2. من نمیخواهم زن ویژه‌ای باشم. رزمنده ارتش آزادی بخش هستم و لااقل میتوانم برای بچه‌ها و راهگشایان ملتم آشپزی هم بکنم یا دست کم دعایی بدرقه راهشان کنم. بگذاریم که از روز اول گفتم که میخواهم بر روی اولین تانک به جانب دشمن بشتابم. به خدا سوگند که با خلوص و از ته دل گفتم. پس نه مهمانم، نه احترامات ویژه میخواهم و نه حتی دیدار تو و خانم مریم رجوی را. هیچ نوع رسیدگی خاص هم نمیخواهم و میدانی که اهل گشت و گذار هم نبودم. بله، از امروز کمترین صاحب خانم. 3. فکر همه خطرات رو هم کردم. خون مرضیه هم مانند خون دیگر مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی بخش کمترین فدیه آزادی ملت ایران از دست آخوندهای خوناشام است. حرف دشمنان و ازداد این مقاومت و این مجاهدین را هم هرچند بیشتر و بیشتر به من ناسزا بگویند به جان خریدم. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. 4. برای پیروزی سهل آسان هم نیومدم. آمدم تا در همه غم و شادی و شکست و پیروزی ها با رشیدترین و پاکترین زنان و مردان ملتم باشم. به خدا دیگر حال و حوصله خارجه و اروپا را ندارم. و سرانجام اینکه اگر تقاضایم پذیرفته نشود، قهر و حتی اعتصاب می کنم و دیگر در خانه می نشینم و هیچ کار هم برای این مقاومت نخواهم کرد. گفتا که خواندت اینجا؟ گفتم که بوی جامت. گفتا چه عزم داری؟ گفتم وفا و یاری. گفتا ز من چه خواهی؟ گفتم که لطف عامت.
اشرف السادات مرتضایی، مرضیه، 21 هفته 1376. زخم فرهاد من از زخم فرهاد من از یک تیشه بود، او به سر زد، او به سر زد من به پای خیشتم. این را هم بگویم که در آستانه جنگ اخیر در عراق و در حین جنگ و بمباران‌های مهیبان، از اواخر بهمن 1381 تا 21 فروردین 82، تقریباً ضمن 2 ماه، من 22 بار به طرق مختلف و با اصرار و الحاح از خانم مرضیه درخواست کردم صحنه جنگ را ترک کند و به اروپا برود. نه بیماری و نه وضعیت جسمی و سن و سال او اجازه نمی داد که در جبهه جنگ و بمباران باشد، اما هرگز حریف او نشدم و او 21 بار درخواست مرا به لطایف الحیل و بعد هم قاطعانه رد می کرد و می گفت از اشرف نمی روم، نمی روم، می خواهم در اشرف بمانم و همینجا شهید شوم و این برای من بهترین و بالاترین اجر و بالاترین سرنوشت است. تا اینکه سرانجام در 22 بار ناگزیر به گونه‌ای غافلگیرانه به آن بزرگوار دستور سوار شدن بر اتوبوس
و ترک خاک عراق را دادم. می دانستم که حتی اگر در لحظه بپذیرد به سرعت منصرف خواهد شد. سالها بعد گزارشی خواندم که نوشته بود خانم مرضیه پیوسته شکوه و شکایت دارد که چرا آن روز حرف مرا پذیرفته است. سلام و رحمت خدا بر مرضیه اشرف سادات. و اکنون در اشرف هزار آینه اینک به همسرای قلب تو می تپد با شوق که عاشقان ترین نغمه را دوباره بخوانی. حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. و خوشا ملت و مقاومتی با این قبیل هنرمندان. اینان در هر کجا که باشند ارزش ها و امانت های زی قیمت این خلق در زنجیرند. نمونه دیگر برادر همرزمم منوچهر سخایی است که میگویند در بستر بیماری سراپا در تلاش و تکاپو برای مجاهدان اشرف است. بار خدایا به بیماران ما شفای عاجل ببخش. باشد که هممیهنانمان در هر کجا هنرمندان ارتش مقاومت و آزادی ملت ایران را قدر بشناسند و شأن و حرمت آنها را پاس بدارند. گرانبهاترین دارایی مرضیه. صحبت از خاتون زنده دل و زنده یاد تمامی ندارد. در ایران کتابخانه بزرگی با 5000 جلد کتاب نفیس و قدیمی داشت و به کرات می گفت که در صدد است آنها را هر طور شده منتقل و به ما هدیه کند. پس از انتقال 500 جلد از این کتاب‌ها، مأموران اطلاعات آخوندها که مطلع شده بودند، از انتقال بقیه کتاب‌ها ممانعت کردند. اما خانم مرضیه همان 500 جلد را بزرگوارانه به من بخشید. قسمتی از نامه او در آذر ماه 1377 را که زیران مرضیه رزمنده مریم امضا کرده است برایتان می خوانم و جواب خودم را هم ضمیمه می کنم. چقدر آرزو داشتم که گرانبهاترین داراییم را، یعنی 5000 جلد کتاب نفیس تاریخی و قدیمی را که سالهای سال حفظ کرده بودم تقدیمت کنم. اما افسوس که دست یغمای آخوندهای ضد دین و ضد فرهنگ آنها را به غارت بردند و از آن همه فقط این 5 جلدی که اواخر سال 60 تهیه کرده بودم. امیدوارم آنها را به عنوان هدیه‌ای کوچک از جانب من بپذیری. در پناه آقا علی و حضرت شاه نعمت الله ولی باشی. 9 آذر ماه 77، بغداد، مرضیه، رزمنده مریم. هجده آذر 1377، خاتون هنر ایران، بانوی قهرمان مقاومت و ارتش آزادی ستان خانم مرضیه. با عرض سلام و ارادت و تبریک مجدد به مناسبت حسن انتخاب شما
در شمار 100 زن قهرمان جهان، هدیه بزرگ شما کتاب‌های نفیس اهدایی را با ایقان به اینکه ارتش آزادی سرانجام دست آخوندهای یغماگر را از گنجینه کتابخانه شما و از همه گنجینه‌ها و ذخایر ایران زمین کوتاه خواهد کرد دریافت کردم. مصداق تفقد صاحب کرامت از درویش بی‌نواست، خصوصا که با الطاف و کلمات و عناوینی همراه است که شرمنده ام می‌کند و سراپایم را در هم می‌فشارد. با دعای سلامت و توفیق برای شما و طلب شایستگی و غفران برای خودم، بر خود غلبه کردم و بلاد رنگ به یاد آوردم که مخاطب حقیقی شما نه من، بلکه بیشمار شهیدان و رزماورانی هستند که در صفوف مقاومت و ارتش آزادی به سان گوهرهای بیبدیل می درخشند و اجزا و اعضای گنجینه عظیمی را تشکیل می دهند که بالاترین سرمایه آزادی خلق و میهن اسیر است. در این میان مرضیه جلوه بخصوصی دارد. مرضیه 74 ساله که پس از نیم قرن هنرنمایی و گردیدن آفاق جلای وطن و ترک خانمان و عزیزان کرد و به سوی مریم و ارتش رهایی پرکشید، آزارها و دشنام نامردمان را پذیرا شد، رفاه و آسایش را بر خود حرام کرد، از اولاد خود هم دست شست و در دیار بیقراران ارتش آزادی بخش حلقه به در زد و سلاح بر دوش کشید. و شگفتا که در این بحبوه از کاوه میهن و ایران زمین گرفته تا همبستگی و ارتش آزادی و صلای اذانی که با سلام به فاطمه زهرا علیها سلام مزین شده است، هنرش فروزانتر شد و بی محابا به نام گل سرخ نغمه سر داد تا رهروان تنهای نیمه شبان شاه و شب تیره و تار شیخ را بیشتر و بیشتر برانگیزد و بوی جوی مولیان وطن را اطرافشانی نماید. راستی که صورتگر نقاش چین و هزار دستان هنر ایران درباره یار و دیار مریم و ایران در این سالها چه جانانه تراوید. آن پیک نام ور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. خوش می دهد نشان جلال و جمال یار، تا در طلب شود دلم امیدوار دوست. باشد که در پرتو الطاف حق و خون شهیدان و دعای خیر مشتاقان آزادی ایران، همه ما شایستگی انجام مسئولیت و رساندن امانت به سرمنزل مقصود را داشته باشیم. در پایان اجازه می خواهم از میان انبوه کتاب ها تنها دیوان پروین اعتصامی را برای خودم بردارم و ما بقی را به کتابخانه مرکزی ارتش آزادی بخش تقدیم کنم. با احترام، مسعود رجوی.
سکوت که موج و موج تنینش زدش شان باران زبام نیلی شب که رهگذار نسیمش به هر کرانه بر به شاعران زمان برگ رخصتی دادن که از معاشقه سر و غمری و لاله سرودها به سرایم
بدان زبان که تو داری.